با نام و یاد خالق مهربان، خیلی خوشحالم که با پنجمین قسمت از دوره اینستاگرامی مبانی SEO در خدمت شما کاربران عزیز میهن لرن هستم. خب میتونم بگم که تا به اینجا مباحث خوبی رو تدریس کردیم و با هم دیگه کار کردیم و از اینجا به بعد هم اگر شما همین روال رو ادامه بدید و این آموزش های 10 دقیقه‌ای رو مشاهده کنید، من بهتون قول میدم در پایان این دوره به اصول اصلی SEO مسلط باشید. خب توی این قسمت قراره که در خصوص SEO خارجی یا در واقع آف پیج SEO یا آف سایت SEO صحبت کنیم. احتمالا سوالی که براتون پیش میاد، خب SEO داخلی الان مهمتره یا SEO خارجی؟ و اینو بهترم این اول به شما پاسخ بدم که هر دو به شدت مهم هستن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که SEO داخلی مهمتره یا SEO خارجی، چون هر کدوم که انجام نشه بالاخره شما توی SEO لنگ میزنید و نمیتونید رتبه خوبی رو بگیرید. پس هر دوتا رو باید سعی کنید موازی با هم پیش ببرید. خب شامل 3 تا پارامتر هستش که خیلی مهمه و خب آیتماش خیلی کمتر از SEO داخلی هستش توی SEO خارجی. قراره که ما اینا رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. خب مهمترین ملاک توی SEO خارجی لینک سازی خارجی هستش. در واقع شکل وب حالت تارهایی به هم تنیده عنکبوت هستش و به قول چینی ها بهش میگن شبکه 10,000 بعدی. یعنی شبکه‌ای که از همه جا به هر جایی که فکر کنید یه لینک یا ارتباطی وجود داره و ماهیت وب همینه. یعنی اگه شما نگاه کنید توی قسمت دوم هم گفتیم که موتورهای جستجو میان بر چه اساسی سایت‌های دیگر رو پیدا می‌کنن، بر این مبنا که از لینک‌های مختلف سایت‌های دیگر رو پیدا می‌کنن و اونا رو ایندکس می‌کنن. خب ما به عنوان جزئی از اینترنت، به عنوان یه بخش کوچکی در اینترنت، باید از این ماهیت و از این ساختار وب پیروی کنیم تا بتونیم در واقع رتبه بگیریم و دیده بشیم. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم بک لینک برای خودمون میسازیم. یعنی میریم از سایت های دیگه به سایت خودمون لینک میدیم و یا باید اونقدر قوی باشیم که بقیه ترغیب بشن به سایت ما لینک بدن به صورت کاملا افتخاری. خب این به چه شکل امکان پذیره؟ اگر که شما مقالات قوی داشته باشید، اگر که شما در واقع یک مرجع بشید. یعنی همیشه میگم سعی کنید در سایتتون یک مرجعیت رو شکل بدید در زمینه که کار میکنید، واقعا اونقدر قوی بشید که حالت یک مرجع بشید. اما اصولا توی وب فارسی خیلی کم پیش میاد که وبسایت های ایرانی بیان به شما لینک بدن و این خب حالا یه ضعفی میشه گفت توی فرهنگ ما هستش. البته خدا شکر الان کمتر شده، ولی اگر در وبسایت های خارجی نگاه کنید، فرهنگ شیر مطالب یا به اشتراک گذاری مطالب خیلی زیاده و خب بهتر میشه لینک سازی خارجی رو اونجا لمس کرد. اما ما به عنوان SEO کار، به عنوان یه متخصص SEO، باید خودمون بیایم و برای سایت خودمون لینک بسازیم. این به چه شکل هست؟ این که خودتون بیاید اول یه وبلاگ ایجاد کنید، محتوا تولید کنید بدون اینکه لینک به سایت خودتون بدید. و بعد از اینکه وبلاگتون یه خورده راه افتاد و محتوای اختصاصی خودشو داخل توی گوگل دید و دیدین که ایندکس شده، بعد میتونید به صورت خیلی آروم آروم لینک بدید به سایت اصلی خودتون. یا هم میتونید یک وبسایت در کنار سایت اصلی خودتون بسازید و نسبت به در واقع ایجاد بک لینک اقدام کنید. یکی این مورد. یکی هم میتونید شما توی در واقع شبکه های ویدئویی فعال بشید، مثل نماشا، مثل آپارات، مثل تماشا، مثل وی ام او، مثل یوتیوب و غیره، که همه در واقع به شما لینک میدن. و مورد سوم هم فعالیت در شبکه های اجتماعی هستش، مثل پینترست، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل ردیت. اینا شبکه هایی هستن که بک لینک های خیلی خوبی به شما میدن. هرچند که در خصوص بکلینک ها من در نظر دارم که کلن یک آموزش مفصل و جدایی بذارم، ولی خب به صورت کلی گفتم شما میتونید وبلاگ ایجاد کنید، میتونید توی شبکه ویدئویی فعالیت داشته باشید و یا توی شبکه اجتماعی و یا هم رپورتاج بدید. یعنی داخل سایت های بزرگ شما در قالب یک پست برید و بگید که آقا پست شما را درج کنن، هرچند که شامل
هزینه هستش. ولی خب سایت هایی هم هستن که به صورت رایگان لینک شما رو درج میکنن، مثل اخبار رسمی یه سایتی هستش که رایگان به شما لینک میده. خب این از مبحث لینک سازی و سعی کنید اینو جدی بگیرید. حتی اگه شده جای سوال دارید حتما کامنت بذارید یا دایرکت بدید تا به شما راهنمایی کنم که دقیقاً توی چه سایتی میتونید لینک خارجی بسازید. ولی این یکی از فاکتورهای سئو خارجی هستش و به شدت مهم هستش. یعنی هر چقدر بیشتر شما توی اینترنت رفرنس بگیرید یا بک لینک بگیرید، این به گوگل میگه شما سایت خیلی مهمی هستید. و اینم مهمه که چه سایت هایی به شما لینک میدن، سایت هایی که با کیفیت باشن. خب بحث بعدی حضور در شبکه های اجتماعی هستش. این باعث میشه که در واقع برندتون معروفتر بشه و مردم مثلا به جای اینکه از طریق لینک به سایت شما برسن، مستقیم آدرس سایتتون رو تایپ کنن و وارد سایتتون بشن، یا هم برن داخل گوگل و نام برندتون رو سرچ کنن و سایتتون رو باز کنن. خب این خیلی تأثیر داره، یعنی گوگل احساس میکنه و متوجه میشه که سایت شما برند شده، پس در نتیجه امتیاز بیشتری رو به شما خواهد داد. خب مورد بعدی هم ثبت سایت در نقشه گوگل هستش که این بر اساس الگوریتم کبوتر چند وقتی هستش که به وجود اومده و شما میتونید سایت خودتون رو در نقشه گوگل ثبت کنید و در واقع یکی از پارامترهای سئو خارجی رو انجام بدید که میشه سومین مورد و آخرین مورد توی سئو خارجی، که در واقع در این حالت افرادی که نزدیک به کسب و کار شما هستن شما رو پیدا میکنن. به عنوان مثال شما یه رستوران دارید، یه کافی شاپ دارید و مردم توی گوگل سرچ میکنن کافی شاپ یا سرچ میکنن رستوران، خب گوگل هم میاد نزدیکترین رستوران ها به اونا رو سورت میکنه و بهشون نشون میده. پس حتما توی نقشه گوگل سایت خودتون رو ثبت کنید. این که به چه شکل میشه ثبت کرد رو الان به شما نشون میده. خب ما وارد گوگل میشیم. حالا فرضاً نمونه که من ثبت کردم مثلا فروشگاه سنگ های قیمتی، حالا من نامش رو مستقیم میزنم، دهکده سنگ. خب وقتی شما سایتتون ثبت میکنید به این شکل در واقع در حاشیه گوگل ظاهر میشه و اگه رو گوشی کسی اینو بزنه در واقع مسیریابی هم امکان پذیر هستش. و الان فرضاً من میخوام کافی شاپ های نزدیک به خودم رو پیدا کنم، یه سرچ میزنم و نزدیکترین کافی شاپ ها رو به ما نشون میده. البته هرچند دقیق نیست، شما روی گوشی نیستم و با در واقع یه نت دیگه هستم که فیلتر شکن هم دارم. خب اما اینکه چجوری سایتتون رو ثبت کنید، شما اینجا سرچ کنید مپس، وارد نقشه گوگل بشید. خب google.com/maps. حالا شما میتونید نقشه رو بیارید، یعنی شهرتون رو بیارید، رستورانتون رو بیارید روی صفحه سرچش کنید، کار سختی نیست. بعد بین در این حاشیه add a missing place این رو بزنید. خب اینجا نام کسب و کارتون رو وارد کنید، مثلا رستوران سعید یا هر چیزی. اینجا نوع کسب و کارتون رو مثلا رستورانه. و اینجا هم میتونید حالا مجدد آپدیت کنید نقطه ای رو که برای کسب و کارتون پیدا کردید. و خدمتون عرض کنم در اینجا هم شما میتونید ساعت هایی که کار میکنید رو وارد کنید و شماره تماستون و وبسایتتون رو و در واقع اینجا ساعت ها، اینجا هم روز ها و عکس هم میتونید، یعنی باید اضافه کنید. در نهایت سند رو که زدید، این بعد از حدوداً یکی دو هفته به شما یه پیام میاد و بهتون میگه که کسب و کارتون توی نقشه گوگل ثبت شده. و خب این سه تا پارامتر رو حتما سعی کنید انجام بدید: لینک سازی خارجی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ثبت سایت در نقشه گوگل. خب شما را تا قسمت آتی به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.